یه درصد بالایی از ما اصلا طریقه بحث کردن رو نمیدونه. ما اصلا متوجه نیستیم که چگونه میشه موضوع رو طرح کرد، نظریات و عقاید یا دلایل رو ارائه داد، نتیجه گیری درست کرد، وقتی که بیشتر مردم دنیا طریقه گفتگوی ساده مبتنی بر واقعیت و اصول عقلی و منطقی رو نمیدونن. خب خیلی از اوقات واقعا گفتگو بیفاید است. من بارها شده تو کار روان درمانی و تراپی واقعا با زن شوهری روبرو شدم که فکر کردم هر گفتگوی اونا به دلیل در حقیقت جایی که میستن و به گونه ای که مسائل رو میبینند و طرح میکنند و هدفی که دارن فقط باعث دردسر و گرفتاری است. و بنابراین اون رو هم میشه فهمید که همیشه نباید گفت بیا حرف بزنیم، چون خیلی از اوقات دارم که بیا حرف بزنیم یعنی چی به حرف بزنیم؟ حرف یه اصولی داره، یه پایه‌ای داره، یه واقعیتی داره، یه نتیجه گیری داره. همینجوری با حرف زدن که مسائل حل نمیشه، برخی از اوقات مسائل بدتر هم میشه و کار رو خراب کنه. حالا اگر چیز خاصی مورد نظرتونه با توجه به این صحبت های من خوشحال میشم بشنوم. سوال دیگه من اینه که آیا این ناشی از ترس و عدم امنیت با اون طرف نیست؟ همیشه هست. غالب اوقات ما میخوایم یک کسی فقط حرفای ما رو بشنوه. من خیلی از اوقات رو خط رادیو تلویزیون دوستانی میان و میگن مثلا همسر من با من ارتباط برقرار نمیکنه یا کامیونیکیت نمیکنه. نه، مقصودشون است که آخر کار با من موافقت نمیکنه. ابدا مسئله شون گفتگو نیست. به همین جد است که باید مطمئن باشیم که ما میخوایم یه موضوعی رو طرح کنیم با این امید و انتظار که اون رو حل کنیم و در این زمینه میخوایم منصف و واقع بین باشیم و ضمناً حق رو بیشتر به او بدیم تا به خودمون و خودمون رو در جایگاه او بگذاریم. به همین جد است که من در ایران یه مقدار گفتگوها حالا یا شعارهایی داشتم اگر بشه اسمش گذاشت، یکیش این بود که هر وقت 100% حق با شماست 70% حق با شماست. وقتی فکر میکنید، وقتی فکر میکنید 70% حق با شماست، مطمئن باشید حق با طرف مقابله، برای که ما به گونه ای جهان رو میبینیم که حتما اون گونه نیست. یعنی هزاران مطالعه نشون میده که من و شما جهان رو به صورتی که دلمون میخواد میبینیم. بسیار از ما از قبل تصمیم اونو گرفتیم بعد دنبال دلایل میریم. به همین جاست که یه کسی به من بگه 70-80% حق با منه، قبل از اینکه به یه گفتگویی عمیق و سنگین با اون آدم رسیده باشه و جوابای اون آدم رو گفته، شما مطمئنم حق نداره، اصلا تردید ندارم. و به همین جاست که من رو خط رادیو تلویزیون وقتی دوستان تش میارن به جرئت میتونم بگم از 100 مورد 95-98 مورد اون فرد رو که همکنون در اختیار منه مورد سوال قرار میدم، میخوام مطمئن بشم که جایگاهی که از اونجا ایستاده و یا پایگاهی که داره درسته. و غالب اوقات نیست، غالب اوقات نیست. تازه مخصوصا در اختلافات میان آدم ها، به ویژه اون زمانی که به زن و مرد میرسه، خود نگاه زن و مرد به طور کلی یه تفاوتهایی با هم داره و این تفاوتها سبب میشه که حتی در جهت دیدن واقعیت نظر مختلف متفاوت داشته باشن. چند بار در برنامه رادیو تلویزیونی عرض کردم مطالعاتی که در جهت درک واقعیت شده اصلا باور نکردنی است که ما همیشه یه کمی اطلاعات رو میگیریم، بقیه رو به میل خودمون میسازیم. از یه آدمی یه دانشجویی رو نگهش می‌دارن و ازش آدرس یک دانشکده‌ای رو می‌پرسن و وقتی او داره توضیح میده، این آدم چون مخصوصا دانشکده‌ای رو انتخاب کردم که خیلی فاصله داره، باید بنویسه مثلا اینقدر برو بعد بپیچ به چپ، بعد برو به راست، از این ساخته اون برو این، در حالی که می‌نویسه دو تا آدم کارگر یه در بزرگی رو میارن از وسط این دو تا رد می‌کنن، مثل یعنی کسانی که حالا مجبورن. ولی در حالی که این کارو می‌کنن، این آدمی که داشته از شما سوالو میپرسیده و آدرس رو نوشته میره، یه آدم دیگه که هیچ شباهتی به اون آدم قبلی نداره، قلم و کاغذ به دست، میگه خب گفتید بعدم بپیچم به چپ، چون مذاکرات رو شنیده. اکثریت قریب اتفاق بیش از 90% چون این تحقیق و چند جان متوجه میشن که این آدم رفت یه آدم دیگه اومد. یعنی ما فرض رو بر این میگیریم که نظرمون درسته. یعنی دلایل فراوانی وجود داره که ما جهان رو آنگونه که میخوایم میسازیم. جهان اینگونه که من و شما میبینیم نیست. شما وارد یه مهمونی میشید، اصلا دوست نداشتید بیایید و فکر میکنید که مثلا فرض کنید این آدم پولش رو از راه درست به دست نیورده یا این چه مهمونی بی خودی داده. چرا؟ شما از حالا با یه دید منفی به مسائل نگاه میکنید. تابلویی که باید بهش نمره فرض کنید A میدادید B میدید و غذای B او رو C میدید، حتما نمرش رو کم میکنید، حتی اون حال خودتون تغییر پیدا میکنه. اون جنبه مثبتی که اتفاق میفته، برنامه خوبی که هست رو شما جواب نمیدید. یعنی ببینید، ما ابدا ممکن نیست یک واقعیتی رو
در جهان حالا ببینیم بشنویم و بلا فاصله اون رو تغییر ندیم، امکان نداره. به همین جهت است که همیشه باید مواظب بود، همیشه باید مواظب بود که آنچه که من دارم میگم نظر منه، و تمام هنر یه آدم اینه که بتونه خودش رو در جای دیگری بگذاره و از جایگاه او با چشم او به موضوع نگاه کنه، و اگر یه چنین کاری رو بکنیم یه مقدار به هم نزدیک میشه. ولی همچنان باید مسئله فردیت خودم رو بدونیم. شما تو وارد یه مهمونی میشید، چون گرسنه‌ای فقط به غذا فکر میکنه، یکی دیگه که مهندس آرشیتکته به طرح زیبای این ساختمون نگاه میکنه، یکی دیگه که نقاشه نقاشی ها رو میبینه، یکی که مقادر دستشوی اصلا امانش نیست بین دستشویی کجاست، یکی که مقادر دنبال پسر بازی دختر بازی نگاه میکنه ای بابا اینجا هم که خبری نیست، و بعدم با توجه به آنچه که حال خودمونه جان عوض میشه. شما اگر یه مقدار عسل خورده باشید، من به شما یه پرتقال شیرین بدم که شما جز ترشی بسیار زیاد این پرتقال چیزی حس نمی کنید، برای که عسل خوردید. و اگر یه چیز ترش خورده باشید، حالا من یه پرتقال نه خیلی شیرین به شما بدم، بگید چقدر پرتقال شیرینیه. ما حتی در ثانیه اینقدر حس ما گزارش غلط به ما میده، و تازه همیشه یادتون باشه این چشم ما نیست که میبینه، این مغز ماست که میبینه، این گوش ما نیست که میشنوه، این مغز ماست که میشنوه. و به همجاست که من کسی رو که دوست ندارم معلومه در 20-30% صداشو نامناسب تر میبینم. به یک اعتبار هیچ کس رو نمیبینه، ما همه ی آدم ها رو تو تلویزیون خودمون میبینیم، تلویزیونی که دوربینا رو فرستادیم که از اون آدم یا از اون حادثه یا از اون منظره عکسی بگیرن، فیلمی بگیرن، و بعدن همونجا به خاطر موافقت و مخالفت هامون لنز رو آنچنان عجیب و غریب کردیم که در من همین امروز به اتاق فرمان گفتم اینقدر منو نورانی نکن، چون میترسم به مرتبه به هر حال حاله نور بزنه بالا. به همین جاست که برخی از وقت گزارش هایی که از تظاهرات میاد مهم این است که شما خواستید چی نشون بدید، بعد تازه راضی که نیستیم، وقتی بردیمش اون تو میگیم کمه، یه مقدار زیادی تغییرش بده، و در نتیجه تازه اونجا دست به کارگردانی میزنیم، و اون تصویری که تازه با عدم علاقه و توجه به واقعیت و با سوء نیت همه رو گرفتیم، حالا تازه میبریم در اون کارگاه یه بلایی دیگه سرش بیاریم که ادیتش میکنیم و میفرستیمش، و بعدم تازه این کار رو نمیکنیم، غالب اوقات با یه زیرنویسی یا یه پیامی و توجه به این نکته که اینو ببینید یا اونو ببینید، تازه بیننده رو وادار میکنیم که جان روی جور دیگه بینه. بنابراین ما هیچ وقت هیچ کس رو نمیبینیم، ما همه آدما رو تو تلویزیون خودمون میبینیم، و به همین جهت است که شما میبینید یه مقدار حالتهای کلیشه‌ای وجود داره که ممکنه مثلا عروس یا شوهر یا نمیدونم مادر زن یا مادر شوهر یا پدر زن پدر شوهر یا خواهر شوهر یا خواهر زن یه نظریاتی داشته باشه که این مقدارش درسته، برای که از اون جایگاه و پایگاه بهش نگاه میکنه. خیلی تفاوت داره که شما توی مهمونی هستید یا دارید تصویرش رو میگیرید، این ور مهمونی هستید یا اون ور مهمونی هستید، گفتگو رو میشنوید یا فقط رفتار آدما رو از دور مشاهده میکنید. اینا همش مسئله پیچیده است. تازه وقتی که بخواید با یک واقع بینی و دقتی موضوع رو ببینید، غالب اوقات مثلا هیچ علاقه ای نداریم، ما از اول میریم که چیزی رو برای خودمون ثابت کنیم. به همین که گفته شده انسان ابتدا تصمیماشو میگیره، بسیاری از مردم بعد دنبال اسناد و مدارک و دلایل میرن. آدما در حقیقت منطقی با موضوع برخورد نمی کنن، مردم منطق سازن، و شما بسیاری از این استدلال های عجیب و غریب رو در مباحث مثلا اجتماعی و سیاسی و مذهبی به خاطر اینکه اونجا دیگه هیته و عرصه بسیار پراکنده و وسیع و مبهم و تاریکی دارن میبینید که چگونه آدما استدلال های عجیب و غریب میکنن. و به همین جهته که از سالها قبل، اون زمان قبل از انقلاب، گروهی از استادان دانشگاه تهران یک گفتگویی را آغاز کردن برای دادن اون تفکر علمی، یعنی افراد به گونه‌ای و به درستی استدلال کنن، یعنی نتیجه گیری درست باشه. ما همین گونه نمیتونیم بدون توجه به یه اصولی به یه نتایجی برسیم. یعنی اون کاری که در هندسه صورت میگیره به این معنا که یه فرضی هست و بعداً بر اساس یه اصول علمی و منطقی و عقلی تا پایین میاد، به طوری که تقریبا همه به همون نتیجه میرسن وقتی که اصول درست رو به کار بگیرن. خب این اون چیزی است که باید آموخته بشه. بسیاری از تحصیل کرده های ما ممکنه در زمینه کار و تخصص خودشون تا حدودی عاقلانه و واقع بینانه و معقول و منطقی به موضوع نگاه کنن، ولی وقتی وارد حریم موضوعای دیگه میشه به یک باره به هر حال
به هم میریزن و این رو دقیقا میشه دید. به همین جد است که آگاهی و تخصص در یه زمینه معناش آگاهی در زمینه های دیگه به صورت مساوی نیست. معلومه که پرتو علم و پرتو عقل و منطقی که فرد در یه زمینه به وجود آورده به هر حال نوری به بقیه قسمت های زندگیش میاندازه، توش تردید نیست. منی که فرض بفرمایید پزشکی خوندم یا اقتصاد خوندم یا برق خوندم، معلومه که به خاطر این آگاهی ها نگاهی که به پرورش تعلیم تربیت فرزندم یا ارتباطی که با خانوادم دارم میکنم فرق کرده، ولی نه اون اندازه که در حدی که حالا پزشک شدم مسائل پرورش تعلیم تربیت یا مسائل خانوادگی رو بدونم. تازه اینا وقتی است که ویژگی شخصیت من که اون کارگاهی است که همه چیز رو وقتی که میبینه به هم میریزه و از توش هرچی دلش خواست انتخاب میکنه، مثل من و شمایی که وارد فرض کنید مرکز بزرگ خرید میشیم که 5000 قلم کالا اونجاست و من و شما آخر کار 50 تاشو برمیداریم و میایین، در حقیقت ما 1/100 اون چیزی که دلمون خواست رو انتخاب میکنیم. در همه زمینه ها چنینه، ما کاملا انتخاب میکنیم، یعنی مغز اصلا درک انتخاب میشه، perception is always selective. من خاطرم از همیشه اولین روزی که سر کلاس درس دانشگاهی رفتم، چه مقدمات روانشناسی درس بدم یا جامعه شناسی یا هر چیز دیگه، اولین جمله‌ای که می نوشتم همین بود: درک انتخاب میشه. و به همین جاست که اول کتاب جامعه امروز هم شما اگر باز کنید اولش خودآزمایی است، که دقیقاً هدفم بیان این مسئله است که شما باید بدونید که تصمیم میگیرید که چه چیزی به دست بیارید. از قبل تصمیمتون رو گرفتید. حتی بسیار از وقت آدم‌ها با یه کسی میرن بیرون، از قبل تصمیم گرفتن بعد از یه برخورد اول که برن به این سمت که با این آدم مثلا ازدواج بکنن یا نکنن. و به همین جاست که همیشه ارزونی بوده صبر کنید و هی به خودتون بگید که بگذار من ابتدا اطلاعات رو بگیرم، واقعیات رو بدونم، اصلا خودم رو به مرحله ارزیابی و قضاوت و تصمیم گیری نرسونم. در حالی که بسیاری از مردم از قبل تصمیمشون رو میگیرن و بعدن بر مبنای اون ارزیابی و قضاوت کردن. شما حتی میدونید یه جمله‌ای هست مال توماس جفرسون اتفان هست که همان گونه که طوفان سبب بهتر شدن هواست، انقلابات هم سبب بهتر شدن اوضاست. این حرفو به دانشجویان دقیقاً حالا خاطرم نیست دانشگاه آکسفورد مثلا دادن در انگلستان و گفتن این جمله توماس جفرسون رئیس جمهور سرمایه‌داری کپیتالیست امریکاست. بچه‌هایی که گرایش‌های سرمایه‌داری داشتن گفتن جمله درسته، بچه‌های مارکسیست از اول تا آخرش رو انتقاد کردن. به دانشگاه دیگر انگلستان دادن و به اونها گفتن که این جمله مال مارکس است. دانشجویان کمونیست اینجا همه گفتن به به چه جمله خوبی، دوستان سرمایه‌دار بهش حمله کردن. یعنی آکسفورد و کمبریج دو تا دانشگاه معتبر انگلیس کاملا این مطالعه علمی نشون داد که به من بگید از کجاست. شما الان بگید این جمله در فلان کتاب آسمانی است، پیروان اون کتاب به 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 چه 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 میکنن، از توش هم چیزایی در میارن که برخی از اوقات خیلی هم عجیب و غریبه، مرتبط چه میکنن به دنیای امروز که هیچ ارتباطی نداره. بعد برگردید بگید مال دینی است یا اعتقاد مذهبی است که یا قبول ندارید یا درست نمیدونید، میخندن بهش، در حالی که این جمله ای بس مال کتاب آسمانی خودشونه. و کاملا میشه این کارو کرد. یعنی اشکال کار همینه، اشکال کار این است که ما کوششی برای درک واقعیت نمی کنیم. به همین که من بارها رو خط رادیو تلویزیون عرض کردم، اگه به من بگن هدف اول و اصلی تو چه است، درک واقعیت، چون اونه که هم مسائل و مشکلات ما رو حل میکنه، هم نمیذاره مسئله به مشکل پیدا کنیم. دوای درد ما درک واقعیت، حل مسائل و مشکلات ما از طریق شناخت بیشتر واقعیت. به همین جاست که در ارتباط با آدما هم باید یه مقدار فهمیدشون کجا هستن. من خیلی راحت میتونم یه آدمی که قهر میکنه رو کوشش کنم بفهممش و اگر میشه کمکی کنم که واقعا اون چیزی که احساس میکنه بیان کنه. و این همطور که شما گفتید تا احساس امنیت و آرامش نکنه، در حقیقت ما لخت و عریان به وسط جمع نمیایم که ما رو مسخره کنن و اون وقت مورد حمله و هجوم اون قرار بدن. انسان یه کودکی داره که باید احساس امنیت و آرامش بکنه تا بتونه خودش رو نشون بده. و به همین جاست که اگر حداقل روزی 2 ساعت ما نتونیم خود خودمون باشیم و راحت و آسوده بیرون بیایم، از تنهایی در این قبری که خودمون رو زنده به گور کردیم از پا در میایم. به همین جاست که مشکل بیشتر مردم دنیا در حقیقت زنده به گور کردن اون حس و احساس و نظر و عقیده واقعی خودشونه، که در اصطلاح علمی چون برمیگرده به 8 سال اول بشکیم کودک. ما هممون یه جوری کودکامون رو زنده به گور کردیم، در قبرهای گذاشتیم و روشون خاک ریختیم، برای که جرأت بیرون آمدن نداریم. و به همین جهت است
که وقتی یه جایی احساس امنیت و آرامش میکنیم میتونیم خودمون رو نشون بدیم و بگیم این منم، این همه منه. این اون چیزیست که حداقل امروز گفته میشه روزی 2-3 ساعت یه آدم باید در ارتباط با برخی از عزیزانش داشته باشه. و متاسفانه برخی از وقت تو زندگی زناشویی بیشتر مردم تازه اینقدر احساس خطر میکنن که 4 تا دیوار دیگه هم دور خودشون میکشن که هرگز کسی اونها رو آنگونه که هستند نبینه.